سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. نه میخواستم دندونم رو نشون بدم که کشیدم. اب ندارم. سلام، خوبید؟ خیلی خوش اومد. سلام کله کیری، سلام عزیزم، خوبی؟ سلام آریان جان، سلام، خوبید؟ خوش اومدید. سلام. اخ وای، چقدر سلام میدید دیگه، من نمیدونم دیگه، ول کنید. بعد لایف پی ام بده. چرا؟ من با دختر رو دوست نمیدم، باشون هم صحبت نمی کنم. چرا باید به تو پیام بدم با تو صحبت کنم؟ تو که رقیب منی، تو که کیردوزی، چرا باید با تو صحبت کنم؟ ببخشید، من و تو همکاریم، چرا باید با هم کار کنیم؟ تو یه دختری، منم یه کونم. تو کیر میخوای، منم کیر میخوام. چرا باید تو با تو دوست بشم که کیرای منو بخوری؟ اصلا باید دوست نمیشم، چون همه کیرای دنیا مال منه. پس اگه این که فکر کردی با من دوست شی کیرای منو بخوری، نبر عزیزم، نه، سایت هم نمیذارم رو کیرای من بیافته. پس تلاش نکن با من دوست بشی، چون من با دخترها دوست نمیشم. میگه آفرین. سلام هانی جان، خوبی؟ خوش اومدی. من زیاد حالم خوب نیست، چون سه تا دندونم رو کشیدم امروز. خیلی اذیتم نکنید، اومدم لایو کم چیز بشم، حالم خوب شه. اگه ببینم کامنت های بد میذارید، لایو قطع میکنم، میرم میخوابم، چون دندون چیز میکنم. سه تا دندونم رو کشیدم به خاطر اون. آخه من ندارم کجای مملکت سه تا دندون با هم میکشم. من به دکتر میگم آقای دکتر، یعنی سه تا دندون کشیدن برای یه روز زیاد نیست؟ میگه نه. سلام آهو جان، خوبی؟ خوش اومدی. من نمیدونم کجای دنیا سه تا دندون تو یه روز میکشم. ببخشید دیگه، فکر کنم روزی یه دونه میکشم. بعد من به دکتر گفتم ببخشید آقای دکتر، سه تا دندون برای یه روز زیاد نیست؟ گفت نه. اونم فکر کن دندونای بچم، دندونای من که دندونای خره، بچم دندونای من که دندونای خره. یعنی فکرشو بکنید، دکتره یعنی فقط مونده بود بگه کیرشو بذاره تو کونم. میگه دندون تو داری؟ گفت الان دندونش دو بار بیهستی زد، اصلا در نمی اومد. وای اوف. آره، از بس که دندونام سفته. ماشالله ماشالله ماشالله، وقتی من رو میبینین بگوی نام خدا، چون من زود نظر میشم، بگوی نام خدا، ماشالله نام خدا. بعد سه تا دندون رو کشید و دیگه الان ما همجوری خون ریزی داریم و من خودم که لاغرم، بی حالم، از اون خون ریزی دارم و دندونام اینا. آره، هیچی هم نمیتونم بخورم. چرا دندونامو کشیدم؟ چون من 4 سال اردودنسی تو دهنم بود، بعد دندونام همه خراب شده بود، به خصوص اسپیشالی این دندونه آخرم همه کپک زده بود. بعد دکتر گفت اگه اینا رو نکشی همه دندوناتو خراب میکنه، به من ربطی نداره. گفت من چیز نمیدم. گفتش که بر من کاری نداره. گفت بر من کار، من نمیکشم اصلا. ها گفتم یه دونهشو بکش حداقل. گفت چه فرق داره، چه امروز بکشه چه فردا، بعد بکش بره دیگه، یه بار بیهستی بزن ستایشو بکش بره. گفتم خب باشه بکشید. حالا چون میخوام برام دندون بذارم، میدونی الان میخوام از این دندونای پارش، شما انگلیسی نمیفهمید، من بیام انگلیسی به شما بگم؟ من الان بیام این الفاظ انگلیسی رو ببین با اینا استفاده کنم، اینا که نمیفهمن. اینا انگلیسی چی میفهمن؟ اینا فارسی رو به زور صحبت میکنن. الان من بیام انگلیسی بگم پارشال، میخوان پارشال استفاده کنن، پارشال از مین فارسی شا. من نمیفهمم، چون من اصلا تو فارسی صحبت کردنم عالی نیست، من چون پدرم انگلیسیه، مامانم هندیه. بعد میخوان پارشال کنن، پارشال برید گوگل کنید ببینید چیه. گوگل، شما گوگل میفهمید چیه؟ من دارم وقتمو برای کی میذارم؟
بگم به اینا بگم اینا چی میفهمن آخه خداییش. آره میخوام پارشال کنن بعد، یعنی میخوان دندون برام قالب گرفتم بذارن که من اونو بذارم تا، چون گفتن سنت کمه برای این پلن، خیلی سنت کمه ماشاءالله نام خدا طفل هستم، گفتش که چون سنت کمه هنوز برای چیز، برای این پلن زوده هنوز. آره برای این پلن سنت کمه هنوز، اینو میذاریم فعلا تا سنت رفت بالا 10 سال 20 سال دیگه که ماشاءالله شدی مثلا شدی 10 سوم زندگیت میتونی اونای بری این پلن کنی، ولی الان زوده برای چون جوونی. چه چوسی هم میاد؟ آره ماشاءالله نام خود چوسی میاد. بله ممنونم آنی جان. خب اوکی، من میخوام خاطرمو تعریف کنم با خاطری که رفتم سینما پارکون خوردم و تعریف نکرده بودم تو لایو. اوکی میخوام تعریف کنم. حسل الان خیلی کامنت بعدم ببینم کامنت ها رو میبندم چون میخوام خاطرمو تعریف کنم. اون روزم میخواستم لایو خاطره پارکونمو بذارم که نذاشتم. اوکی توی اینستاگرام یه پسره بهم پیام داد، گفت سلام، گفتم سلام. من پسره رو جدی نگرفتم، رفتم تو پروفایلش نگا کردم، عکساش همه مثل قیافش مثل کسخلاس گنده بود، هیکلی بود، قدش 1.80 بود با 90 کیلو، ولی بچه بود. اولا 22 سالش بود، اولا که من اصلا بچه باز نیستم، درسته ماشاءالله نام خدا خودم طفل هستم، شیرواری سفید هستم، بگوی نام خدا ماشاءالله چون نظر نشم، چون مزود نظر میشم. آره چون اوکی نه من وقت کامنت ها رو ببندم چون تمرکز ندارم، نه چیکار کنم؟ اوکی ولش کن، آی دونت کیر هوز کیر، آی دونت کیر. اوکی چون من خودم ماشاءالله نام خدا طفل هستم، طفل دوست ندارم. پسر 22 سالش بود، اصلا ایگنورش کردم، گفتم یعنی محلش ندادم، گفتم خب این بچه است میخوام چیکار کنم، من بالای 30 دوست دارم، بالای 25 26 دارم. بعد گفتش که پیام، گفت سلام، گفتم سلام، گفت شما کنید، گفتم آره، گفت دوست دارم ببینمت. جدی نگرفتم، یه روز گذشت، دو روز گذشت، دیدم همجوری داره پیام میده، گفت شمارتو برام بذار. بعد من اینجوری بهش گفتم که اینجوری بهش گفتم، گفتش که شماره تو بذار. گفتم ولش کن، حالا من که دارم چیز میکنم دیگه، من که دارم کار میکنم پولمو میگیرم. بهش گفتم من کون میدم 100 تومن میگیرم. گفت مشکلی نیست شماره تو بذار. شمارمو گذاشتم، بهم زنگ زد بهم پیام داد، اسمش هم سام بود، گفت منم سام. گفتم سلام خوبی چه خبر؟ گفت عکس بده، سلفی براش فرستادم، اون از من عکس ازش عکس پیجش رو فرستاد اینا. بعد صحبت کرد، میگه من جدی نگرفتم چون گفتم من بچه دوست ندارم. گفت این هفته چیکار میکنی؟ آخر هفته بریم بیرون. گفتم باش پیام بده اینا. بعد دیگه من جدیش نگرفتم. بعد تا شد شنبه، یعنی این مال دو هفته پیشه که من خواستم کی میخواستم تعریف کنم، الان تعریف کردم. بعد دو هفته پیش ما فکر کنم دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه صحبت کردیم که آخر هفته شد شنبه. شنبه شب ساعت 3 شب بود. 3 شب بود. خب من نایت پرسن هستم. یعنی اینکه شما انگلیسی نمیفهمید، نمیفهمین. خدا زور نکنین، خسته نکنین، شما انگلیسی نمیفهمین. خودتان زور نکنین. خودتان جر ندین، خودتان دو چر نکنین، انگلیسی نمیفهمین. نایت پرسن از مین کسی که در شب بیداری میکشه. نمیفهمه، خود زور نکنین، خسته نکنین، شما انگلیسی نمیفهمین. نام خدا انگلیسی نمیفهمین شما. مگه نام خدا کل لسانه رو گپ میزنم، شما نمیفهمین انگلیسی را. خب سه شب بود. because I'm night person، یعنی من که night person هم، یعنی آدمی هم که شبا بیدارم، شب تا صبح بیدارم، یعنی شبا بیدارم صبح میخوابم، شبا مشتری زیاده. بعد پیام داد ساعت 2 شب بود، 2 شب پیام داد، گفتش سلام، گفتش که من توی چیزم. گفتش که گفت من توی خب میدونید که الان چون سیستما پیشرفت کرده
همه برگری ها داخلش بسته است، یعنی داخل که بری غذا بخوری بسته است، ولی اینکه با ماشین بری بگیری، با ماشین بری بگیری بازه تا 24 ساعته. ساعت 2 شب بود، گفت من اومدم برگر بگیرم، چیزی نیاز نداری؟ گفتم برای من یه سیب. گفتم نه، گفت تو رو خدا یه چیزی بگو برات بگیرم. گفتم یه سیب زمینی سرخ کرده بگیر. گفتم باشه، با اینکه غذام خورده بودم سیر بودم. بعد گفتش اوکی من از خونه آدرس تو بفرست برات بیارم. گفتم ببین، گفتم لسن، اینجوری کردم، گفتم لسن، گفتم گوش کن، من فقط میام بهت بگم سلام، سیب زمینی سرخ کردم و بگیرم برمیگردم. من اینکه که تو بیای خونم یا بریم دور بزنیم یا تو منو ببری خونت، نه 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 نه، چون من گفتم که آماده نیستم. گفت نه اب نداره، فقط بیا سیب زمینی تو بگیر. گفتم باش. ساعت 2 بود، این 2:30 سفارشش رو گرفت، گفت با من صحبت کن اینا. گفتم که آره. بعد 2:30 شد اومد در خونه، گفت من پایینم. گفت آره، گفت من پایینم بیا. بعد منم خب اصلا آرایش نداشتم، آمادگی نداشتم، فقط رفته بودم که چیز کنم، من رفته بودم فقط سیب زمینی سرخ کردم و بگیرم. بعد رفتم یه تیپ هودی صورتی زده بودم، یه تل صورتی گذاشته بودم، یه هودی، همین ست هودی که تنمه، همین صورتی شد تنم بود، همین ست صورتی تنم بود. بعد فقط یه روج زدم که گفتم خب بالاخره ما زنیم دیگه، باید خوب دیده بشیم اینا. بعد رفتم پایین، گفت من پایینم. بعد من تا از پارکینگ که رفتم بیرون، دیدم یه ماشین چراغش روشنه، گوشه پارک کرده، گفتم شاید همینه دیگه. بعد دیدم یه ماشین قرازه، نمیدونم فکر کنم پراید بود، سمند قهوه‌ای بود فکر کنم، آره یا سمن یا 206 شب بود، من چشام خوب نمیدید، یا سمند قهوه‌ای بود یا چیز 206 قهوه‌ای، همین چیز شب بود، من دقت نکردم. من که اصلا به ماشین دقت نمی کنم، چون مثلا ماشینی نیستم و مثلا به کسی نگاه نمی کنم که بخوام به ماشین نگاه کنم که چی بود، ولی خب یه رنگش خورد به چشام، قهوه‌ای بود فکر کنم، آره. بعد رفتم اون، فکر کردم اونه، رفت اونجا ماشین، گفتم خود با خودم، گفتم چقدر بی کلاسه این، با این ماشین کهنه اومده. بعد رفتم جلو، دیدم که نه، یه دختر یه پسری تو ماشین نشستن، این نیستش. دیدم یکی دیگه داره بوق میزنه، فلش میزنه، دیدم او یکی دیگه اومده، یه ماشین شاسی بلند، با یه شاسی بلند صورتی قشنگ 2023. بعد آره، بعد گفتم به اون پسره، گفتم ببخشی اشتباهی گرفتم، آره. خب من دهنم پاک کنم چون خونه دهنم داره میاد بیرون. بعد بهش گفتم ببخشی من معذرت میخوام، اشتباهی اومدم. بعد رفتم این پسره اینجا، در رو چیز کردم، در رو باز کردم، همون پسره خودش بود ولی قیافش خیلی فرق میکرد، خیلی بهتر از عکساش بود. بعد چیز کرد، در رو باز کردم و گفتم سلام. گفت سلام. گفت خوبی؟ گفتم مرسی. گفتم که سیب زمینیم کو؟ گفت بشین. گفتم نه، بهت گفته بودم که داخل ماشین نمیشم. گفت خب حالا بشین، 2 دقیقه بشین، این همه راه اومدم. خرم کرد، گفتم ولش کن، گناه داره. خب من در خونه رو باز گذاشتم، من چون گفتم نمیخوام که برم دور بزنم، در خونه رو باز گذاشتم، رفتم سیب زمینی رو بگیرم. و گفت بیا بشین. نشستم، تا نشستم ماشین رو سوار شد، یعنی تا نشستم داخل روشن کرد ماشینش رو، رفت. گفتم داری کجا میری؟ من در خونه بازه، کلید بر نداشتم. گفت نه، همین گوشه یکم میریم، یه جا ثابت نباشیم. گفتم نه وایسا، چیز کن، کلید بر نداشتم. گفت حالا یه دور بزنیم اینا. بعد سیب زمینی رو بهم داد، گفت، بعد به من گفت آره، وا چقدر خوشگلی، چه بدنی، چه لبایی، چه بینی، چه چشم ابروی خوشگلی داری. گفتم مرسی ازم، خواهش میکنم. بعد دستم رو گرفت، گفت میتونم دستم رو بذارم رو دستت؟ گفتم آره. دستش رو گذاشت رو دستم. مردای شما، مردای بدبختای علافا، شما مردای بی کلاسای بی لولای که ریدم تو دهن همتون، ریدم تو دهن همه مردم، اینقدر بی کلاس بی لولید که یک زن زیبا میبینید سری کیرتون بلند میشه. کسکچای بی ناموسای هرزده حرومزاده بی لولای بی خاک تو سرتون. باشم هرچی مرده بره گمش از لایو من بیرون. من این لایو دارم برام زنا تعریف میکنم. هر مردی تو لایو منه بره گمش بیرون. چون من این خاطره ای من زنونه است.
ماشاءالله ماشاءالله خاطرم زنون است. من این دارم مردا این موقع زور چرا باید طولایی به من باشن؟ اولا اگه مردی بود ای کسکشینه اینترنتمون رفت. کسکش نرا دیگه اینترنت بابا. من به خاطره من زنون است. من نمیدارم مردی موقع تو لایو من چه گوهی میخوره. اگه مردی برو گم شو بیرون از تو لایو من. چون لایو به خاطره من زنون است. من به خاطر زنا دارم تعریف میکنم. به خاطر خواهر خوانده ها یا ماشاءالله نام خدا. بگوین ماشاءالله که من نظر میشم. من نمیدارم مرده نشسته خوب برفای من گوش کنه. کیرم تو کونت. تو گوه میخوره بشینی به خاطر من گوش کنی. کسکش جق نزن به خاطر من. مردی بیکار علاف بی لول بلا گرفته بلا گرفته. تو غلط میکنی بشینی خاطر منو گوش کنی. اگه مردی همیالا سیکتیری تو بزن برو گمشه بیرون چون خاطر من برای زناست. که صافت بی لول خوب نشسته زیر لایو یه کونی خاطرشو گوش کنه. برو گمشه بگه کار زندگی نداری تو. برو گمشه بیرون بی لول های بیکارا. خب اوکی تعریف میکنم. از بس که این مردا بی لول و بیکارن تا من نشستم تو ماشینش. من که پسرم لپام یه کیره خایه دارم. حالا درست صورت زیبایی دارم. حالا درست ماشاءالله نام خدا باربیم. ماشاءالله 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 نام خدا. ماشاءالله 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 نام خدا. ماشاءالله ماشاءالله نام خدا. حالا بگو ماشاءالله نام خدا نظر نشم. درست باربیم. درست سفیدواری شیرواری هستم. ولی بالاخره پسرم لپام کیر دارم عزیزم. بعد دیگه خلاصه آره اینقدر میگم ماشاءالله تو در جر بخورین در بگیرین در بگیرین 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 بگیرین. خب اوکی بعد نشستم کنارش کیرش بلند شده دستش هم رو کیرش. ای خاک تو سر شما مردا. ای که بگم دهن شما مردا ریدم از بس که همتون چیزید لول و بی کلاس این کیرتون همیشه بلند شده است. بعد کیرش هم بلند شد دست رو کیرش دستش آره دستش گذاشت رو دست من و گفتش که دستش گذاشت رو دست من و گفت با چه دستای زیبایی داری چقدر پاهات قشنگه و چه صورت قشنگی داری به به ماشاءالله چه لبای شطوری داری چه لبات گنده است اینا. گفتم مرسی من که خودمو میشناسم من که به خودم اعتماد دارم من که میدونم زیبام من که میدونم لاغرم من که میدونم لاغری من آرزوی شماست من که میدونم ماشاءالله نام خدا من که میدونم موها به این زیبایی شما حسرتشو میخورید. فکر نکنید من نمیفهمم چه موجود خوبی ام. فهمیدین؟ و خلاصه دستم رو گرفت و من سیبزنی رو شروع کردم به خوردن. بعد دیدم هی داره دور میزنه. گفتم داری چی کار میکنی؟ من در خونم بازه بعد برم در رو ببندم. گفتش که میای بریم خونمون. گفتم که نه من در خونم بازه. 22 سالش بود پسره. گفتم کجا زندگی میکنی؟ گفت یه خونه ویلایی دارم دو طبقه است مادرم پایینه من خودم اتاق خوابم بالاست. گفتم برو گم شو الان من اینجا برم اینجا. ننه از خواب بیدار شه بگه این چی آوردی تو خونه یعنی مثلا یه کونه رو برای چی آوردی بعد مامان تو زیبایی منو ببینه اونجا بگیره با من دعوا کنه. گفتم نه عزیزم من نمیام. گفت آره گفت بریم. گفتم نه من خونتون نمیام. بعد خلاصه این که گذشت گفت باشه پس بریم یه دور بزنیم. گفت پمپ بنزین چیزی نیاز نداره. گفتم نه نه سیگاری هم نام خدا نه شرابی هم نه چرسی هم نه چیزی. ماشاءالله مسلمان هستم ماشاءالله نام خدا شیش وقت نماز میخوانم ماشاءالله نام خدا روزه رو میگیرم ماشاءالله نام خدا حسینی رو میگیرم کل کارا رو میکنم ماشاءالله نام خدا. بگو این نظر نشی بگوی ماشاءالله ناز نخوا. گفت بعد تو پمپ بنزین گس استیشن چیزی نیاز نداری. گفتم نه هیچ کدومش نیستم نه سیگاری هم نه چیزی. برو خونه. هی میخواست لفتش بده هی لفتش بده که فکر میکرد مثلا الان من میگم آ بکش با این ساک بزنم یا برو پشت ماشین منو بکن. منم باکر خیلی باکلاس سیبزنی رو میخوردم آره سیبزنی رو میخوردم. بعد چیز که گفتم بریم. بعد گفتش که من میام خونت. گفتم مثلا حرفشو نزن. گفتش که من میتونم بیام خونت. گفتم مثلا حرفشو نزن نه نمیتونی بیای. خب باشه. گفتش که شنبه بود. گفتم فردا دوشنبه میتونیم. گفت چی دوست داری؟ گفتم بریم بار. گفت چون من که گفت چون من استریتم نمیرم مثلا بار گیا و ترنسا اینا. پس گفتم که گفت نظر در مورد مووی چیه؟ گفتم
اوکی مووی رسم بریم سینما. گفت باشه. گفت فردا شنبه بود، فردا که میشد دوشنبه. آره گفت دوشنبه ساعت 6 میام دنبالت. بعد میجوری کردم گفتم باشه بهت خبرشو میدم. چی از الان قرار میذاری ساعت 6 میام دنبالت؟ گفتم باشه دوشنبه هر وقت از خواب بیدار شدم بهت پیام میدم. حالا علیکی براش کلاس گذاشتم، گفتم آره دوشنبه از خواب بیدار شدم پیام میدم. تو کونم عروسی بود، اولین بارم بود که میخواستم برم سینما، یعنی با یه پسر اولین بارم بود میخواستم برم سینما. بعد آره بعد گذشت، روز بعدش شد دوشنبه شد. دوشنبه شد من ساعتهای فکر کنم ساعتهای 2-3-4 بود از خواب بیدار شدم. 4 از خواب بیدار شدم، ولی چون لایف داشتم اومدم لایف. تو لایف بودم 1 ساعت تا 5 لایف گذاشتم. تو 1 ساعت لایف هم گذاشتم شد 5. 5 پنج داد. گفت حاضری 5 و نیم بیام دنبالت؟ گفتم نه ببخشید من یک زنم، باید دوش بگیرم، بعد موامو خوش کنم، آرایش کنم. من مثل شما مردای بی کلاس نیستم که جورابامو دو رنگ بپوشم و نمیدونم همجوری بوی گوه بدم بیام بیرون، فهمیدی؟ گفتم نه عزیزم. اسم فیلمش چی بود؟ دستای آلوده عزیزم. اسم فیلمش دستای آلوده. بعد آره دو تا فیلم داشت، زندان زنان و دستای آلوده. من که گفتم چون عاشق میترا حجار هستم گفتم که دستای آلوده رو انتخاب میکنم. آره اسم فیلمش دستای آلوده بود. آره و گفت شیش. گفتم شیش حاضرم. شیش شد و من هم یه دوش گرفتم و آره یه دوش گرفتم و یکم آرایش که نه، خب ماشاءالله من سفیدم، کرم پودر نمیزنم، ماشاءالله خودتون که میدونیم، ماشاءالله نام خودم از سفید هستم شهرواری، باز کرم پودر نمیزنم که خط چشمم که همین تتو، ابروهام هم که ماشاءالله مشکی کلوف، همیشه اصلا چیزی نیاد، موهام هم که همیشه حالت داره. اوکی فقط یه فقط یه شلوار جین پوشیدم، یه شلوار جینمو پوشیدم با یه تیشرت. بعد یه شلوار جین با یه تیشرت هم پوشیدم و گفتم من حاضرم. گفتم حاضرم. رفتیم پایین، رفتیم پایین و اینجوری کرد، از ماشین ساعت 6 بود دیگه، از ماشین پیاده شد و اومد دستم و اینجوری گرفت و منو بغل کرد و آره در ماشین رو برام باز کرد. خب این چیزا برای من طبیعیه چون همیشه زندگیم اینجوری بوده، از اول اینجوری بزرگ شدم، همیشه ماشاءالله شوفر داشتیم، همه چی داشتیم از اول تو زندگیمون، یعنی چیز جالب عجیبی برای من نبود، ولی انتظارم نداشت که این کارو برام بکنه. بعد اومد در ماشین رو از ماشین پیاده شد، در ماشین رو برام باز کرد و در رو بست و اینا و گفتش که گفت بریم اول یه چیزی بخوریم بعد بریم سینما. گفتم نمیشه قد چیز کنیم؟ گفتم نمیشه غذا رو ببریم تو سینما؟ گفت نه اینجا بخوریم. بعد منو بردش توی یه جا بود مرغ سوخاری بود، KFC. آره KFC منو برد، رفتیم KFC. شما KFC که اصلا نمیفهمید حرفشو نزن، شما اصلا KFC که اصلا نمیفهمید. من بیچاره اصلا برند KFC رو بی کلاس کردم تو این لایوم، شما KFC میفهمید چیه؟ خاک تو سر من، شما KFC میفهمید چیه؟ تو رو قرآن، تو رو خدا KFC میفهمید شما چیه؟ بگید. من دارم میگم KFC الان من اینا بفهمم. حالا anyway whatever whatever anyway KFC منو برد، یعنی همون جایی که مرغ میدن. آره حالا من بیام بگم KFC واقعا لایو همون بی کلاس کردم، حالا اینا که نمیفهمن KFC یعنی چی. منو برد KFC و دوتا مرغ گرفتیم و اون خودش چیز گرفت، اون خودش برگر گرفت، بر من KFC گرفت. بعد تو ماشین نشستیم خوردیم، تو ماشین نشستیم خوردیم، ولی من خیلی خوشحال بودم چون من خواستم برای اولین بار برم سینما فیلم نگاه کنم با یه پسر، یعنی این افتخار رو به اون پسر داده بودم که برای اولین بار برم فیلم نگاه کنم، این هدیه رو بهش داده بودم که با من بره نگاه کنم. پسرم خیلی بانمک، خیلی شیک، پولدار. بعد رفتیم KFC رو خوردیم، رفتیم سینما. بعد من عاشق پارکونم، پارکون یعنی چوسفیل. ببخشید من دیگه مجبورم برای شما ترانسفرم بکنم، یعنی چی؟ یعنی بعد ترجمه کنم، شما نمیفهمید. بعد چیز کرد، گفتم که من عاشق پارکونم، پارکون خیلی دوست دارم، تو سینما میرم پارکون بخورم. بعد گفت دو تا فیلم کدومیشو دوست داری؟ دستای آلوده یا زخم کاری یا چیز جیران؟ گفتم که
جیران که اصلا تاریخی دوست ندارم، دستای آلوده چون خیلی ترسناک بود اونو گفتم. خب پس بریم دستای آلوده رو نگاه کنیم. خب رفتیم بلیت دستای آلوده رو گرفت و رفتیم داخل. گفتم برو پارکون بخر برام با نوشیدنی. گفت نوشیدنی چی دارین؟ گفتم برام خاویار بیار. اوکی، بعد رفتیم اونجا یه بسته پارکون بزرگ خرید و نوشیدنی. رفتیم تو سینما. سینماهای اینجا مثل سینماهای دهاتی شما نیست که یک سالن باشه، ببخشید، برای همه. اینجا 20 سالن بود، هر کدومیشو که دوست داشتی میرفتی انتخاب میکردی، نگاه میکردی. آره، بعد ما رفتیم و فیلم رو انتخاب کردیم، رفتیم میشستیم. این کسخولم میدونست که این کسخولم از من سوء استفاده کرد، میخواد یه فیلمی منو ببرم نگاه کنم که هیچکی اونجا نیاد، این که منو بمال بماله دیگه. آره، منو کونم و دست بزنه لب بگیره اینا. و خلاصه رفتیم اونجا، رفتیم صندلی آخر نشستیم. کلا تو اون سینمایی که ما رفتیم، تو سالونی که ما فیلم رفتیم نگاه کنیم، کلا 6 نفر بودیم. یعنی اولین نفر من و این پسره بودیم، 2 نفر آخر فیلم اومدن، 2 نفرم وسط فیلم اومدن. آره، ولی ما تنها بودیم، آخرم نشسته بودیم. و خلاصه رفت پارکون رو خرید و نوشیدنی رو خرید و اینا. آره، پارکون و نوشیدنی رو خرید و اومد و نشستیم اونجا. فیلم شروع شد و خب تاریک بود دیگه. بعد این دست منو گرفته بود و بعد بغلم میکرد اینا، و از قصرت رو یه فیلم ترسناک بگیره که خب چون میدونه که مثلا ما دخترها خب احساسی هستیم دیگه، مثلا من الان بترسم بغلش میکنم. گفتم برو گم شو بابا، این فیلم ها رو برو با ننت نگاه کن بغلت کنه. من اصلا I don't give a fuck، من اصلا نمیذارم، I don't give a fuck. بعد نشستم همچه فیلم شروع شد و فیلم جیران شروع شد و اینا. بعد این چیز کرد، سن کنار هم نشسته بودیم، من پارکون میخوردم و نشیدن اینا، فیلم شروع شد. بعد این چیز دستشو گذاشته رو دست من، دستشو میذاد رو سینه هام، دستشو گذاشته بود روی چیز، رو پاها میمالید و اینا، هی گردنمو بوس میکرد، هی لبهامو بوس میکرد، هی لبمو بوس میکرد، هی دستمو میگرفت اینا. بعد خب خلاصه دیگه، بعد میمالید دیگه هر جور شده. بعد چیز کرد، بالاخره میمالید دیگه. بعد دیگه وسط های فیلم شد، من واقعا رفته بودم تو فیلم، چون مثلا سلام عمو علی خوبی، چون من نیتم فیلم بود. آره، من واقعا نیتم فیلم بود. سلام عمو علی خوبی، خیلی خوش اومدی. عمو علی من خاطرم 2 دقیقه تموم میشه، وایس بیارمت بالا، فقط 2 دقیقه دیگه خاطرم تموم میشه. خلاصه این دیگه منو مالید تا من نشستم تو چیز، گفت بیا بشی رو پام. گفتم باشه، نشستم رو پاش. میدونی که سینماهای اینجایی که من زندگی میکنم با اون سینمایی که تو زندگی میکنی فرق میکنه. اون سینمایی که تو میری، میرن صندلیای مسجد رو میارن میذارن. این سینمایی که من رفته بودی، من فکر کردم تو اتاق خوابم، از این چیزای برقی داشت، کنترل برقی داشت، اینجوری خم میشد، میشد تخت. بله، چی فکر کردین شما؟ ماشاءالله نام خدا، چی فکر کردین شما؟ اون سینمایی که تو میری که بوی نم میده، صندلی مسجد آوردن توش که بشینی میشکنه، نه عزیزم. جایی که من رفتم، یک صندلیش اولا پوست چرمی بود، صندلی که من روش نشستم. بعد که من نشستم فکر کردم رو تختم نشستم، دکمه داشت میزدی باز میشد، دکمه داشت باز میشد. بعد که باز شد، بعد گفت بیا بشین روی پای من. من نشن گفتم باش. اول گفتم نه، گفت تو رو خدا، دیدم اصرار میکنه، خای مالی میکنه، گفتم باشه. بعد نشستم رو پاش، نشستم تو شما، دکمه شلوارمو باز کرد و یه دستشو گذاشت رو سینم، یه دستشو کرده بود توی شلوار من. این مثلا میدونست که من کیر دارم، ولی شاید حس میکرد که حالا دست میکنه تو کسم. خب من گفتم اگه این فکر میکرد میخواست بکنه دست تو کسم، خب میرفت یه دختر میآورد، چرا من آورده؟ دیدم نه بابا، از کیر من خوشش اومده. ببخشید، دلتون نخواد، آقایون در دهاتی بی کلاس کونی، دور از خوبان عمو علی، تاج سر شما مردای بی کلاس که همتون کونید، سوراخاتون مثل کس خربازه. خب ببخشید، یه پسری مثل من، صورت به این زیبایی، ماشاءالله سفید، یه کیر 25 سانتی لاپاشه که ببخشید خط نشده، صورتی خوشگل داره، کی نمیخواد بهش دست بزنه؟ کمر باری، دوتا سینه، یه کیرم پایین، میگه اوه ماشاءالله چه چیزیه.
بعد کیر منو تو دستش گرفته بود، هی میمالید، اینجوری اینجوری میکرد و اینا، هی بهش میگفتم نکنه، میگفت ساکت شو بابا میخوام بمالم، گفتم ولش کن، حالا یه کیر دیگه سر یه میذارین تو هم بگی بخور. کیر کیر منو میمالید و دست به سینم میزد، ازم لب میگرفت و بوسم میکرد اینا. خب من خیلی آدم احساسیم، یکی بوسم میکنه سری گریه میکنم و خر میشم، بعد یه بوسم میکردم گفتم حالا که حالا چون بوس میکنی دست بزن به کیرم، مشکلی نیست. خب من احساسیم، من توی یه خانواده احساسی به دنیا اومدم. بعد دست به کیرم زد و اینا، از این حرفا و لب و بوس و اینا پارکنم و خوردم نوشیدنیم و خاویار و همه رو خوردم و فیلم تموم شد. فیلم تموم شد و رفتیم سوار ماشین بنزش شدیم، همون سمند قهوه‌ای که بهتون گفتم. اما علی الان میارم، میخوام با عمو علی برقصم. بعد وقتی که رفتیم سوار چیز شدیم، چی بهش میگه، فیلم تموم شد، هوام سرد بود، من لختی رفته بودم، یک سینه بند زده بودم، یک کسبند، چیزی دیگه نداشتم. بعد رفتیم سوار ماشین شدیم، سوار ماشین شدیم، این فکر کرده بود دیگه حالا به من سینما رفتیم، پارکون داده، نوشیدنی داده، خاویار داده، الان تو من ببرمش تو خونه منو بکنه یا تو ماشین. گفت خب سینما هم که رفتیم، فیلم هم نگاه کنیم، برنامه چیه؟ گفتم یکی منو ببر خونه که من فردا وظیفه دارم، میخوام برم وظیفه. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی همین، همجوری اینجوری کردم، به من اینجوری کرد، آره اینجوری کرد، اینجوری نگاه کن، مثلا الان قشنگ عداشو در بیارم، مثلا من اینجا نشستم، این اینجا نشسته، من تو لایو نیستم، این مثلا این پسر هست اینجا نشسته. بعد من اینجوری گفت برنامه چیه؟ گفتم که خب پس بریم خونه که من میخوام برم فردا سر کار، یعنی وظیفه میخوام برم اینا. من اینجوری گفت یعنی چی؟ یعنی چی؟ گفتم بسی گفتم خفش زلیل مرده بلا گرفته یه حروم زاده شل ناموز، یعنی چی؟ تو صدا تا بیار پایین، قیافت برای من اینجوری نکن، جرد و جرد میکنم. و اینجوری که آروم شد، فهمید که من عصبیم اینا، گفت نه منظورم اینه که خب بریم با هم بشینیم خونتون یه فیلم نگاه کنیم یکم. گفتم نه من مرد نمیبرم تو خونه، من ماشاءالله نام خدا مسلمان هستم. گفتم ماشاءالله نام خدا مسلمان هستم، شش وعده نماز هم میخوانم، تو خانه من چی گو میخوری که من تو من بیارم تو خونه چی بشه؟ تو کونه تو شاسی میخوای بیای خونه من؟ تو کونه تو شاسی میخوای بیای خونه من؟ تو بعد کود وارد خونه من بشی، بعد بری 10 بار حموم خودتو بشوری بعد بیای، من تو رو بیارم خونه؟ من نمیذارم سایت رو خونه من بیافته. و گفت بریم خونه من. گفتم من بیام خونه تو؟ ماشاءالله نام خدا مسلمان هستم، شش بعد نماز میخوانم، بیام خانه تو؟ معلوم نیست که چه گوهی خونت، وضو گرفتی قصد کردی تو این حرفا رو به من میزنی؟ و خلاصه گفت به من گفت بابا تو دیوونه ای، بیبر گم شو. گفتم تو دیوانه هستی نام خدا. و گفتش که گفتم منو برسون خونه. گفت نه من آوردم سینما بعد کارم را بندازی. گفتم یعنی چی کارتو را بندازم؟ یعنی یا برام ساک بزنی یا بعد سینماتو در بیاری برات بخورم جغ بزنم. دیدم که نه بابا این کسخل، حالا کسخل منو برده بود یه سینمایی تو بیابون بود، یک ساعت تو خونم فاصله داشت. گفتم هوا سرده اینجا، الا این مارو ول نکنه وسط خیابون خودش بره کسکش لجباز. بعد گفتم که گفتم جغ بزن، گفتم من که نه اینجا ساک میذارم، نه مثلا این در شأن شؤونات من نیست که من تو خیاب تو ماشین ساک بزنم، من این کارا رو نکردم. بعد گفتم که چیز کن جغ بزن. بعد در کیرشو در آورده بود جغ میزن، بعد به من نگاه میکرد، میگفت فقط تو به من نگاه کن تا آبم بیاد. بعد به من نگاه میکرد، به لبام نگاه میکرد، حتی به چشم ابروم نگاه میکرد، به بدنم نگاه میکرد اینا، تا آبش اومد و منو رسون خونه و خدافظی کردیم و اینا، دیگه تموم شد. این خاطره من بود، یعنی دیگه بعد اون چیز شد، سه روز برف اومد، همه جا بسته شد، دیگه نمیتونست بیاد، الان هم که دو سه روز دیگه پیداش نیست. شما مردا همینین دیگه، تو آبتون میاد خدافظ. آره ولی خب منو نکرد، فقط جغ زد دیگه، منم بهش پیگیر نشدم که بهش سنگ بزنم پیام بدم اینا. همین بود، اینم از خاطره سینما. نه من پولشو نمیخواستم عزیزم، پولشو نیاز نداشتم ازش بگیرم دیگه. این بود، این خاطره سپارکون بود، فیلمی که رفته بودم نگاه کرده بودم و دیگه پیداش نشد دیگه. شیدم تو خاطراتت.
سلام عزیز، سلام عزیز، بسیار خاطری زیبایی گفتی. ارسن، ارسن مرسی. چطور بود؟ خوب بود؟ عزیز من میدونم شما از تعریف بدت میاد. آره. میدونم از تعریف بدت میاد، اما واقعا اسطوره هستی. من این از ته دل میگم، به خدا نه صحبت پالوبر نه ایچی. خواهش میکنم. دیگه این خاطره من بود که رفته بودم با یه پسره سینما. خاطر اون بچه اینجا لازم زمان داشته باشه. خب چه خبرم عزیز؟ خوشتی باشی. چرا دروغ باید بگم؟ خوشتی باشی. خدایی بگم. تانکیو گلمار. تانکیو گلمار. خب چیز میگم عمو علی، مثلا میگم حالا بیادبی نشه، مثلا اگه شما مثلا مجرد بودین حس داشتید به من؟ من اگر خدایی بگم، خب اگر به سن سال دیگه، سن سال بود، آره چی ایرادی داری؟ ماشاءالله خوشتیب که خوشتیب. خدایی میگم اگه مجرد بودید دیگه، زن و بچه اصلا کلا نداشتید. چرا درو بگم؟ چرا درو بگم؟ 100% 100% 100% اوکی اینجوریه. بعد دوست داشتی که مثلا صیغه میکردی یا صیغه یا ازدواج دائمی؟ ماشاءالله غلیمی بودی، غلیمی بودی، همیشه تو رو نگاه میداشتم. سیقی چیه؟ دائمی، دائمی. آخه نمیدونم چرا، چون مثلا من همه کسی که با من بودن مثلا سیقی، مثلا منو سیقی کردم. من سیقی نه بابا، من دائمی، با دائمی با تو کشور خارج هم میرفتم، با خدا. خوب بوده. خب عمو علی بگو دیگه، منو به چالش بکش. باشه بگم آزادم، آزادم، هرچی بگم. شما تاج سری، یعنی چی آزادی؟ ما آزادیم، ما بعد از شما اجازه بگیریم. این چه حرفی؟ تاج رو چشامی هستم بفهم. تاشو میگم، شما دوست داشتی دختر بودی؟ من دوست داشتم دختر بودم. اما علی راستشو بگم یا دروغ بگم؟ حقیقت، با من حقیقت بگو، خوشم بیاد. من با شما حقیقت رو بگم. قبلا خیلی دوست داشتم، یعنی وقتی که مثلا الان که طفلم، ماشاءالله نام خدا که الان طفلم، اون موقعی که خیلی خیلی طفل بودم، یک سال دو سالم بود، دوست داشتم دختر باشم. ولی الان که یکم جوانتر شدم و نوجوانتر شدم، الان نه، الان دوست ندارم. دوست دارم ظاهرم دخترونه باشه ولی سامانم هم داشته باشم. عزیز یه چیزی اینجا پس را هم از من سوال کردم، بپرس چند سال داری، میشه بگی؟ من نمیدونم، اگه میشه بگی. چی؟ سوالشون رو بگو دوباره. پس را هم از من سوال کرد، بپرس بگو چند سال داری. مرسی بابت سوال قشنگت. ماشالله ماشالله خدا. اول بگو این ماشالله. ماشالله ماشالله، هزار ماشالله، واقعا میگم. اول بگوین ماشاءالله که من نظر میشم. ماشاءالله ماشاءالله. خانم یه خانم یه اسمند دوت کن، خانم یه اسمند دوت کن، اسمند دوت کن. اول خانم یه اسمند دوت کن. حالا اسمند دارم دوت میکنم عزیز، اسمند دارم میارم. اوکی با خدا. من ماشاءالله ماشاءالله الان همین دو ماه دیگه 18 سال میشم. آره گفتی چند سال گفتی؟ یک دو ماه دیگه 18 سالم میشه. 18 سال. آخه چه ستا پسرام بغلم نشستن، هر ستا پسرام جلوم نشستن. آره نشستن. بله. اما خدایی، خدایی بگم، اما خدایی خوشتیبی، خدایی دروغ نما بگم، خوش اندامی، استیل خوبی داری، استیل، استیلت خوبه، فرم و صورت. خدایی نبگم آقا، من تعریفی نیستم، من تعریفی نیستم. به خدا میگم کی بعد خیلی جالب، اصلا 20 دیگه حقیقت بگم، سنگ تمام گذاشته، دست پدر مادر در نکنه، به این خوشگلی تو رو به عمل آورده. باید میگم. اما علی اینجاست که باید بگیم رحمت به شیر مادرم که شیر داد، شیر تحویل گرفت، درسته؟ آفرین، احسن، احسن. اول بی خانه ها، اول بی ابله اسمان دودش کنم، واقعا من خداییم هر وقت میبینم، واقعا هنرمند هستی، این هسته ای دل میگم، واقعا هنرمند هستی. به خودت میرسی، میدونی چی موقع باید صحبت کرد، چی موقع باید حرف بزنی، واقعا افتخار میکنم. از این اسمان نگاه کن، من دروغ نگفتم بابا. سلام عزیزم، ممنون. آره.
دیدی من گفتم خانومم سری آورد دیدی. ممنون، دست درد نکنه خانم. زهرا خانم مرسی. زهرا خانم باطل خانم. زهرا خانم مرسی عزیزم. قربون زنگیدم. سلامت. تشکر بودم. قربون عزیزم. زهرا خانم مرسی، خدا خیرت بده، انشالله علی آقا رو ببخشه بهت خدا. قربون شما خانم. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. سلام. 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 سوید مام خیلی خوش اومدی. خوش اومدید. خوش اومدید. خواهش میکنم. سلام عزیز. سلام عزیز. خوش اومدید. مرسی. سلام خوبی. سلام عزیز. خوش اومدید. خب در خدمت شما هستیم عزیز. بفرمایید. بچه‌ها سمیتم بفرمایید. هانی جان بفرمایید. سلام آریان و آقا و خانم بالایی. خب بپرسم. یه سلام. خب اول سوال خوبی تو؟ صداتون قطع میشه آریان. سلام سلام صداتون قطع شد. الان اوکی شد. آره مواد بلند شده سوال جون. آره جون زن شدم آخر عمری. آره میخوای بلندش کنی؟ آره دیگه خیلی وقت دیگه. خب اما علی شما چون بزرگ جمع هستید و آره چون بزرگ جمع احترامت واجبه، شما میتونید ما سه تا طفل رو به چالش بکشید. باشه میخوام سوال کنم. بچه‌ها شما میتونید از من سوال کنید، مشکل نداره. آخه شما هر وقت شما سوال میکنیم شما میذاریم میری. اول خواستم از شما شروع کنم. اول شما شروع کنم یکم رو یکم روم باز بشه. اونجوری روم بسته. بچه‌ها یه موقع ناراحت میشین در این صحبت میکنیم. همین تو این اینستا میایم بخندیم صحبت کنیم انرژی بگیریم. همون بچهای ما هستی هیچ فرقی نداره. خب عزیز من گفتم شما دوست دارین دختر بشین. از دختر سوال کردم. از شما گفتن دوست داشتی دختر بشی، چون دختر هم میشدی که تو رو زیر 20 سال خلاصه شوهر می آورد تو رو میگیرد، چون اینقدر خوشتی بودی زود می آمدن از خونت می بردن. تمام این عین واقعیت. آره عمو علی مرسی بابت سوال قشنگت. باورت میشه همین الان که پسرم چقدر خواستگار دارم؟ من قبول میکنم، من قبول میکنم هستن. آره باورت شاید نشه عمو علی، تو بگی این پسر داره کس میگه، من یعنی انقدر خواستگار دارم، انقدر خواستگار دارم، پدر منو در آوردم، ولی اینکه فعلا پدرم یعنی میان در خونم، مثلا میان میگن که مثلا به پدرم میان میگن احمد آقا، احمد آقا ما اومدیم برای آریان خواستگاری، بابا میگه نه پسرم هنوز بچه است میخواد درسشو بخونه، پدرم خیلی دوست داره من خلبان بشم تو آسمونا پرواز کنم اینا، به خاطر همین نه من خودم دوست داشتم مثلا ازدواج کنم، چون من خودم علی عمو علی خیلی به خانواده احترام میذارم، به قانون خانواده، این شریعت ماست، اسلام ماست، اعتقادات ماست، ما باید تشکیل خانواده بدیم، ما باید بچه دارشیم، من باید مادر بشم، ولی دوست دارم سریع ازدواج کنم، مثلا جمع و جور شم، از این دنیای کثیف یک دنیا تمیز بسازم، ولی بابام نه، بابام اجازه نمیده فعلا. بس دوست داری بعدها همسر بگیری دیگه، دوست داری بعدها همسر بگیری. من همین الان خیلی دوست دارم همین الان ازدواج کنم، ولی پدرم اجازه نمیده، چون هر خواستگاری میاد میگه نه پسرم هنوز بچه است، باید درسشو میخونه، بعد اچ پی وی شو بگیره بعدم. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. بچه ها دوستان دارن فیلم میگیرن، علی آقا مشکل ندارن، بچه ها دارن فیلم میگیرن، اشکال نداره که یک سری بچه ها دارن فیلم میگیرن. من اصلا تو الان بیا من پیجمو بدم خودشون دست خودشون باشه، این چه راحت باشه. بچه ها دیگه از این بهتر، دیگه از این بهتر، دیگه چی میخوان؟ خب دوستان هم میتونن خودشون رو معرفی کنن، چون ما اینجوری بلند نیستم بگم پسر یا دختر، اونجوری خجالت میکشم، خودشون میتونن بگن پسرم دخترم. دوست میتونی بگی؟ من هانی هستم، 18 سالمه، ساکن کرج مقدس، من دخترم ولی کیر دارم.
آفرین، احسن احسن، دمت گرم. خب دوغ عزیز دلم، راضی هستی؟ خدا رو شکر، روزی رسونم خدا. حال عزیز من میتونم سوال راحت میتونم آریا جان میتونم سوال کنم؟ میخوام سوال کنم، امروز میخوام سوال کنم. اما علی من گفتم لایو دست شماست، همه چی راحت باشین بفرمایید. خب باشه عزیز، راضی هستی؟ دوست داری مثلا کسی بیاد پیش تو حال کنی؟ واقعیتش خب آره دوست دارم، راضی هم مثلا روزی تو سه نفر از پارتنرها میان پیش هم با هم حال میکنیم میرن. یه سوال دیگه، با پسر بیشتر حال میکنی یا با خانم؟ من خب واقعیتش با هر موجودی که کیر داشته باشه. بعد خب دو شما گرم، ممنونم عزیز، خوب جواب دادی. خب دوست عزیز شما میتونی خودتو معرفی کنی؟ دوست عزیز اسمم سهیله، تهران زندگی میکنم، 20 سالم. خب شما چی دارین؟ چی دارم؟ چی میخوایی؟ نه حالا دوست عزیز گفت من پلان چی دارم، شما همونو دارین؟ آره. دوست داشتی دختر بودی؟ نمیدونم، نه اینجوری بهتره، هر وقت بخوای پسرونه ای، هر وقت بخوای دخترونه ای. نه حقیقت راضی، حقیقت راضی هستی؟ آره. خدایی میگه آره دیگه، چون هم میتونی ببین، هم میتونی نقش یه بکن باشی، هم نقش یه زن باشی، خیلی بهتره. ولی زن فقط میتونه بده خدایش، نه لذتشو میبری، لذتشو میبری، لذت میبری، لذت. ببین هر گلی یه بوی داده، کردن یه طعمی داره، دادن هم یه طعمی داره. حالا خانم باشه بهتره؟ خانم باشه بهتره یا آقا؟ اصلا بزن حس ندارم. اصلا من بزن ندارم. این من هستم، این منی. نظر خودشون رو گفتن، خیلی عالی، هر کسی یه نظر داری دیگه، خدا آفری هر کدوم یه نظر دارم، نظرها همه برای من عزیزم، واقعا میگم از همین جا تشویقتون میکنم، همین که شما راضی باشین، با خدا خودتون باید خوش باشین، شما باید خوشحال باشین، خاصی مردم نیست که، خاصی شما. دمتون گرم، ممنونم واقعا. من در خدمت شما هستم. خب نوبت هانی جون، شما به چالش بکش، فقط یکم عمو علی رو چیز کن، رعایت کن، چون مثلا خانم و بچه‌اش کنارش. آقا بچه‌ها همو دور بر هم نشسته، فقط خودتون میدونید. یکم رعایت کن عزیزم، چون بزرگ جمع پیرقلم‌ها هستن. بله چشم، حتما عزیزم. خب عوض عمو علی میپرسم، عمو علی جان شما اگه یک ترنس تو خیابون ببینین چی کار میکنین؟ کی رو ببینم؟ یک ترنس تو خیابون ببینید چی کار میکنید؟ مثلا در این سن سال میگی، در این سن سال میگی یا جوان بودم چجوری میگی؟ اقا نگه اقا انم باشه که هیچی، اگه جوان بودم من باش ریفیق میشدم، دوست میشدم، تشویق میکنم. اما یه چی بگم جی، ترانزان ماشالله خوشگلم، خوشتیبم، خوش صحبتم، قبول داری؟ خوش صحبت هم، یعنی دل کسی رو نمیش کنم، من خدایی دیدم دیگر، تا الان نده کسی مثلا دل یه نفر رو بش کنه، خدایی میگم. آیا این چیز واقعیتی میگم؟ من خدا شایده داشتم میرفتم قم، تو قم داشتم میرفتم، تو یه اتوبوسی سوار شده بودم، یه حرف میگم 15 سال پیش بود، 15 سال پیش داشتم میومدم از قم، دیدم یه نفر کنار من نشسته، من حیرت فکر کردم خانومه، یعنی اینقدر برامون دیگه داشت، همه چی داشت، همه اندام بیست، اصلا نقص نداشت، من اصلا فکر کردم خدایی. یه بار دیدم دست منو گرفته، دست منو گرفته گذاشته اونجا، دیدم اون دیگه چیه گیری، واقعا ترسیدم، من جلو بچه من خواهد تالا ندیده بودن دیگه، فکر کردم خانومه،
فکر کردم خانومه، دیدم این که برامودگی داره، همه چی داره، اون دیگه چیه که شک کردم. بازم خدایا اشتباهی دادم و چی میگم، مثلا چی زیگر تو دست داده بود تو دست خودم، خدا شایده از ترس نزدیکای پلیس را پیاده شدم با جون بچم، شاید باور نکنید، ترسیده بودم اون زمان، ترسیده بود با خدا حیده. آره چون بالا اول بود هی آبجی، خیلی خوشتیم، خیلی نشاط، خیلی شاد، اصلا خیلی قشنگ، اصلا میگم همه چی داشت. اما وقتی دست منو برد من برشت کردم، گفتم آقا مال شماها بزرگه، قبول داری مال شماها بزرگه. آره بلد. یه چیزی اما علی، مرسی بابت نکته‌ای که اشاره کردید، حالا شما بزرگتری، تجربه از ما بیشتر داری، حالا ما که طفلیم. اما علی چرا مال ما کونی یا کیرامون بزرگه؟ چی بگم، اسرائیل بیشتر میکنه، اسرائیل بیشتر میکنیم. نه خب من دارم از شما سوال میکنم، بفرمایید. چی بگم، خودم اینو نمیدونم چون مثلا نفس نکردم. نه مثلا خودت چی فکر میکنی، چرا مال ما بزرگتر از آقایونه؟ چون تمام قدرتتون اونجای دیگه عزیز، بیشتر از اون لذت میبریم. چون بازی بگم چون اونجا استفاده میکنه، اینجا بزرگ میشه برادر من، من اینجوری میگم. خب یعنی فکر میکنی چون ما زیاد کون میدیم کیرمون بزرگ میشه؟ من بابا ببخشید، من خدایی نشید خوشتکی باید میکنم. خب ولی من یه نظر دیگه، حالا این نظر شماست محترمه، سوهل تو چی فکر میکنی چرا مثلا کونی یکیلاشون کلفته؟ نه اینکه دلیل نمیشه، ولی این ژنتیکی کسی که سایزش بزرگه، ولی چون کسایی که ترنسن لاغر اندومن و اینکه مثلا خیلی به خودشون میرسن و مثلا ورزش و اینا، به خاطر اینه به نظرم سنشون. ببخشید من الان چرا ربطی نداره، ما مردایی داریم که ماشاءالله اینقدر بدن سازن، 30-40 سال دارم ورزش میکنم ولی کیر فرنزه نخوده. ببین یه چیز بگم، هورمون خیلی مرد. آیا جون یه سوالی دارم، یک آقایی بود قبلن آقا بود، قبلن خانم بود، ترانس بود، قبلن خانم بود، متوجه هستی چی میگم؟ بله. ترانس بود خودشو عمل کرده، دوتا بچه داشت، این واقعیت داره، اومده بود تو لایف داشت صحبت میکرد، این واقعیت داره بابا، الان خودشو درست کرده مرد. بله چیزش هم هست، اگه برید پایین پستام نگاه کنید، لایوشن لایو کاملش هست، بزنید شراب اسم شاه فاطمه، اسم شاه فاطمه، دو تا بچه داره، الان خودشو درست کرده مرد، من دیدم با من. بله اسمش این حقیقت داره بابا. بله اسم سامان هست که زنی بودن که مرد شدن، دو تا بچه هم داره. آسان سامان، آره این حقیقت داره بابا. آره من فکر کردم شوخی میکنه، اما وقتی گفت من تعجب کردم. نه با واقعیت داره، یه خانمی بود که آقا شدن، دو تا بچه هم دارن. آریان جون ایران جان نیافتاده بابا، کشور دیگه اینجوری نیست، ایران این مشکل داره، متوجه هستی چی میگم؟ ایران این مشکل داره، جای دیگه اینجوری نیست، جای دیگه الان درست الان، ولی الان هم خیلی خوب شده با کمک خانم عارفی که داره فرهنگ سازی میکنه، خیلی بهتر شده هم علی. خیلی خوبه دیگه، خدا رو شکر، اونها انسان هم دیگه عزیز، خدا آفرید دیگه عزیز، دست شما میشه خدا آفرید. بله. اما مردم باید اینه دک کنن، واقعا باید دک کنن. ببین الان بهتر شده، قدیم میرفتی خیابون سه تا انگوش میرفت تو کونه تا سر کوچه میرفتی، الان خیلی بهتر شده. بله دیگه با چیز، با تشکر از خانم عارفی که با لایوهای قشنگشون با فرهنگسازی، بگید ماشاءالله دست نمیدارم. من بگید عزیز شما ستا بگید، چرا ترانس همش خوشگلتره، ایله چیه زیباتره، ایله چیه؟ خب من اگه بگم چرا ترانس خوشگلن، چرا ترانس، آره چون چرا ترنس ها خوشگلن و چرا اینقدر به خودشون میرسن و اینا، به خاطر اینکه کلن از نظر من چرا ما، چون حالا شما
سویل شما سویل تو شروع کن تا من فکر کنم چرا تا حالا مثلا فکر نکردم چرا اینقدر خوشگلی متمیز تعلیل قانونی میگم وقتی هورمون مردونه و هورمون زنونه یه بدن تولید کنه میشه یه پسر خوشگل و یه دختر خوشگل. به خاطر همین ترنس ها خیلی هم لاغر در میان، هم ناز دارن، هم اشبه دارن، هم مثلا ریش پخته نیست قیافشون به خاطر هورمونایی که تولید میشه بدنشون. آره نظر من اینه که نظر شما چیه؟ نظر شما چیه بابا؟ یک معجزه ای رو چیز کرد به اسم ترنس. ما معجزه ایم، یعنی آره تمام. خب الان من نظرمو میگم. عمو علی اولا تشکر بابت سوال قشنگت. چرا مثلا ما پسرها یا ترنس ها، من که ترنس نیستم، من یه پسرم فقط میدم، چرا مثلا یه پسری مثل من که الان باید بکنه، الان باید یه خانواده تشکیل بده ولی هنوز داره کون میده، جریانش چیه؟ به خاطر این جریانش که اینه، چون من فکر میکنم که من خودم شخصا هدفم خدمت به خلق خداست. به خاطر اینه که چون من میخوام خدمت کنم به خلق خدا و اینکه اون خلق خدا رو خوشحال کنم و رضایت داشته باشه، تمام سعیم رو میکنم. همیشه تمیزم، بدنم لیزره، ماشاءالله سفیدم، خوشبوام، هیچ یه دونه مو تو بدنم نیست، تمیز سفید، سوراخم صورتیه، تنگم، خیلی خیلی تنگم که هر کی میاد فکر کنه من باکرم، دست بهم نمیزنه ولی وقتی میزنه قار میشم و همین دیگه. تعلیق بسیار فانی کننده. گلی علی گلی بازم گلی بچا من دیگه خانه نشده بودم. دوستان عزیز فالو کنید، همین که دل مردم رو شاد میکنن اینا هیچ نظری ندن، اینا صحبت میکنن، واقعا هنرمندن، واقعا هنرمندن. اصلا صحبت اون نیست فالو کنی فالو نکنی، اصلا صحبت ها نیست، همین که همون که جوهد شده میاد خیلی راحت داره صحبت میکنه. واقعا دمت گرم، دمت گرم، واقعا این نصیح دل میگم. نه صحبت فالو کردنه، تو خودت میدونی اصلا من صحبت فالو بر نیست، با خدا میگم به جون بچه هم فقط میام اینجا دوست دارم لذت میبرم، با خدا لذت میبرم. واقعا دمتون گرم، همین که استقامت داری میای بالا صحبت میکنی، واقعا دمتون گرم، واقعا دمتون گرم. سویل جان شما شروع کن از عمو علی. آریان من از تو سوهل نپرسیدم، فقط از عمو علی پرسیدم. آره راست میگه. اوکی ببخشید. خواهش میکنم. خب آریان جان شما آخرین بار که بگی حیوان دادی کی بود و چه حیوانی بود؟ من اینو قبلا گفته بودم، چون من وظیفم خدمت به خلق خداست و من نمیتونم هر کسی برای من راست کنه بهش نبگم. دیشب بود به خر همسایم. بیشتر به کجای آقایان هستی؟ به خرم رحمه میکنی؟ من موشی به من رحم نکردم، چون من که کارم اینه وظیفم. درست. سوهل جان شما بیشتر چه فیتیشی داری تو سکس؟ ببین من کلن سکس هارد رو زیاد دوست ندارم، دوستن بیشتر لاب ارسام میکنه، میدونی مثلا زیاد سکس دخول و مثلا چیز رو دوست ندارم، بیشتر مثلا حالت سافت و اینا اوکی ترم. آه سافت این من مطلاب و اینا منظورت. آره خیلی هم عالی. الان آقا چه منو بپرسم؟ بله از همه عالی معنی. اگه یه روزی بچه داشتی، بچه مثل ماشه چیکار میکنی؟ حمایت میکنی؟ فلان میکنی؟ چیکار میکنی؟ ویل میکنی؟ مثل ما آوارش هم یه بار دیگه صدا قطع بشو، یه بار دیگه سوال تکرار کن بابا. اگه یه روزی بچه داشتی، بچه مثل ماشه چیکار میکنی؟ حمایت میکنی؟ فلان میکنی؟ یا ویل میکنی بره مثل ما یه شهر دیگه؟ اتفاقا خیلی سوال جالبی کردی عزیز، خیلی سوال جالبی کردی، این از ته دل میگم. آره هیچ کس از آینده خودش خبر نداره. خیلی میگم سوال جالب کردی، اینو واقعا میگم واقعا.
اون که پدر مادر اگر بچه به دنیا بیاد، نگاه کن بچه، سلام عزیز بامون آقا، بچه به دنیا بیاد اگر دو تا دست نداشته باشه، مثال میزنم، دو تا دست نداشته باشه، پدر مادر باز اینو بزرگ میکنه. متوجه هستی چی میگم عزیز؟ وای باله که همچین چیزی بشه، وظیفه که خود